کمیسیون اروپا از انتشار نتایج تحقیقات درباره حقوق بشر در تونس پیش از توافق مهاجرتی 150 میلیون یورویی خودداری کرده است. گزارش ها که از سوء استفاده از حقوق بشر و سرکوب مهاجران در این کشور است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. کمیسیون اروپا از انتشار نتایج تحقیقات مربوط به حقوق بشر در تونس که پیش از توافق مهاجرتی با این کشور انجام شده بود خودداری کرده است. به گزارش گاردیان این توافق که ارزش 150 میلیون یورو برای جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا امضا شده در حالی صورت میگیرد که نگرانی های جدی درباره نقض حقوق بشر و سرکوب در تونس وجود دارد. بر اساس گزارش داداور اتحادیه اروپا کمیسیون به طور مخفیانه آزمون مدیریت ریسک را در رابطه با وضعیت حقوق بشری در تونس انجام داده اما نتایج آن را فاش نکرده است این در حالی است که کمیسیون بارها ادعا کرده است که نیازی به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در این کشور وجود ندارد همچنین گزارش ها حاکی از سوء استفاده های نیروهای امنیتی تونس و تعرض به مهاجرانی است که به شدت نگران کننده است. داداور اتحادیه اروپا از کمیسیون خواسته است که شفافتر عمل کند و معیارهای مشخصی برای تعلیق بودجه در صورت نقض حقوق بشر تعیین کند. او تایید کرده که سازمان های ناظر باید سازوکارهای شکایت برای گزارش موارد نقض حقوق بشر را فراهم کنند. این وضعیت نگرانی های فضاینده ای را درباره تأثیر توافق مهاجرتی بر حقوق بشر در تونس و سایر کشورهای شریک ایجاد کرده است. تحلیلگران که از احتمال معامله پشت پرده و سکوت اتحادیه اروپا در قبال نقض حقوق بشر در تونس سخن گفتند، معتقدند پاسخگویی و شفافیت بیشتری در این زمینه لازم است.